به ودیعه نهاده شده است، لذا سیر و سیرورت همه مخلوقات به سوی خداست. در وجود انسان نیز فطرت به مثابه قطب نمایی است که در صورت مسوم ماندن از آسیب و انحراف انسان را به دین حق رهنمون می سازد. 3. نقصان بزرگ علوم انسانی غربیان است که ملحدان و مشرکان در تنظیم حقوق و علوم انسانی به دو منبع حس و تجربه و تاریخ تکیه کرده و از منبع وزین وحی الهی بی بهرند. 4. کسانی که اتکایشان تنها به معرفت شناسی حسی است از درک بسیاری از معارف عاجزند، اما موحدان و بهرمندان از وحی الهی گستره وسیعی از حقایق را درک نموده و در میابند. 5. فطرت الهی انسان در هنگام بروز مصائب و گرفتاری ها بیدار شده و به سوی خالق و مبدأ خیش توجه می نماید. 6. از آنجا که مشرکان گرفتار تشتت درونی و هواهای متعدد نفسانی اند، دیگران را به تفرقه می کشانند، اما مؤمنان موحد در پرتو سرسپردگی به خدای واحد همگان را به وحدت و اتحاد فرا می خوانند. 7. در وجود انسان همانند نظام حاکم بر جامعه قوای مقننه، اجرایی و قضایی فعال است. نفس لوامه که در ساختار وجودی انسان به منزله قوه قضاییه می باشد، در صورت تکرار و تداوم خطاها و گناهان ناکارآمد و بی ثمر می گردد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه و اقیم الصلاه ولا تکون من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمتن اذا فریق منهم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون. در سوره مبارکه روم که در مکه نازل شد، عناصر محوری اصول دین یعنی توحید و وحی نبوت را معاد را تبیین فرمود. برای اینکه مطلب به خوبی به سطح جامعه برسد، اونا که اهل استدلال بودند با برهان اونها را روشن کرد، اونها که از حد متوسط پایین ترن یا در حد میانی فکرن از راه تمثیل مسئله را حل کرد. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، در باب تصورات و در باب تصدیقات تمثیل برای توده مردم سهم تعیین کننده دارد. در باب تصورات که معرف به قول شارح را تقسیم کردن، بر اساس تقسیم منطقی یا حد تام مست یا ناقص یا رسم تام مست یا ناقص، اینا تعریف منطقی است، قول شارح منطقی است، اما تمثیل هیچ کدام از اینها نیست.
نه ذاتیات را نشون میده، نه عوارض لازم را نشون میده، نه عارض عام را، نه عارض اخص را، هیچ چی را نشون نمیده. فقط برای تقریب ذهن است. میگوین نفس برای بدن نظیر سلطان در مدینه یا ربان یعنی ناف خدا در سفینه است. خب این تمثیل برای اینکه افراد بفهمن رابطه روح و بدن رابطه تدبیر است، رابطه حلول نیست، یه سهم تعیین کننده دارد. ولی این نه حد روح است، نه رسم روح، نه حد ناقص، نه رسم ناقص. ولی برای فهموندن رابطه روح و بدن برای توده مردم خوبه. در جریان تصدیق هم بشر هیزن. اگر ما بخواهیم یه مطلب مجهولی را، قضیه مجهولی را معلوم بکنیم، این سه تا راه دارد. یا قیاس است، یا استقراء است، یا تمثیل منطقی. تمثیل منطقی همان است که در کتاب‌های فقه و اصول از اونها به قیاس یاد می‌شود، قیاس فقهی که ممنوع هم هست. غیر از اینها یه تمثیلی است که مطلب را در حد تصدیق و قضیه در دسترس فهم مخاطبان قرار می‌دهد. این برهان نیست، استقراء تا مناقص نیست، اون تمثیل منطقی نیست، ولی عنوان تشبیه سهمی دارد. این آیه 28 سوره مبارکه روم از همین قبیله که فرمود ضرب لکم مثلا من انفسکم. خب شما فرض کنید مالکانی هستند که دارای ثروتن، مملوک هایی هستن که زیر دست اونها هستن. آیا این کارگر ساده زیر دست هرگز شریک ارباب فرمان روای مقتدر هست؟ هرگز این چنین نیست. با اینکه اون مالک هرچه دارد از ناحیه خداست، به این مملوک هم هر اندازه کم هم داشته باشد از ناحیه خداست. هرگز یک کارفرمای مستقل متمکن این کارگر ساده را شریک خود قرار نمیدهد. شما هم این کارگر ساده دربان را شریک اون کارفرما نمیدونید. خب چطور شما در جامعه بشری یک کارگر ساده را شریک کارفرما نمیدونید ولی در کل نظام این بت‌ها و اصنام و اوثان را شریک الله میدونید؟ خب این نه برهان است، نه استقراء است، نه تمثیل منطقی است، ولی برای تفهیم مطلب سهم تعیین کننده دارد. بعد از اینکه اون براهین را ارائه فرمود و این تمثیل را ذکر کرد، نتیجه گیری کرد با فای تفری، فرمود پس حالا که اون براهین حق است و طبق این تمثیل هم اون براهین را ما می توانیم در سطح فهم شما برسانیم، پس چهره هستیتون را برابر قبل نما و قطب نما حرکت بدی. شما مجذوب جایی هستید که به اون سمت باید حرکت کنید. این قطب نما را اگه کسی دستی بهش نزند این قطب نشون میده. فرمود اگر ابویه یهودانه و یونسرانه و یمجسانه نباشه کل مولد یولد علی الفطره است. این قبل نمای شما، این قطب نمای شما دین را نشون میده. مجذوب همون جاذبه هستی. این مطابق با فطرت است، قراردادی نیست، قطب قراردادی نیست. اما ممکن است یک کشوری، یک شهری رو یه مدتی پایتخت بدونه، عاصمه خود بدونه، یه مدتی که شهر دیگر رو، اما قطب برای همیشه قطب است. فرمود این قطب نما شما رو متوجه اون قطب میکنه، در درون شما یک گرایشی هست به سمت دین. این مطابق با فطرت است، این تحمیلی بر شما نیست. شما اگر چنونچه دستی به این نزنید، نه راه کسی را ببندید، نه بی راه بروید، معلوم می شود با همین می توانید زندگی سعادتمند داشته باشید. پس فعقم
وجهک و هویتک و حقیقتک نحو الدین للدین. چرا؟ برای اینکه این مطابق با فطرت است، این دین قیم است. این رو میگن اسلام برای اینکه انسان در برابر آفریدگار خود منقاد و مسلم و تسلیم است. مطابق با فطرت است که فطرت مثل خلقت یک نوع خاصی از آفرینش است و این فطرت در هر موجودی هست، یعنی هر موجودی به سمت خدای سبحان دارد حرکت میکند. نه تنها سیرش الالله هست، بلکه سیرورتی هم الالله هست. علا الالله تسخیر الامور، نه تسیر الامور. هم سیر هست هم سیرورت. و هر تقدیر فرمود این قطب نمایی که ما به شما دادیم دست بهش نزنید، این فلشش به طرف دین خداست. این دین الله است، یک اسلام است و دین قیم است، مطابق فطرت است. چهار، همه این چهار وصف را در این آیه ذکر کرد. بحث در تحول علوم انسانی بود. اگر دانشگاه ها چه در ایران چه در غیر ایران، اونا که سبقه دینی دارن و حساسیت دینی دارن و بخواهن علوم انسانی دانشگاه را اسلامی کنن، چاره جز این نیست که این مواد درسی را از مبانی بگیرن، اون مبانی را از منابع بگیرن. کسانی که دستشون خالیست بی منبع است، به همین علوم اسلام انسانی رایج بسنده می کنن. اما اگه کسی دستش پر باشد، منبعه های فراوان داشته باشد، این توان تحویل علوم اسلام انسانی را خواهد داشت. در بحث دیروز اشاره شد که متفکرانی که فعلا روی زمین زندگی میکنن اینا سه گروه هم. برخی ها ملحد هم، برخی ها مشرک هم، برخی ها موحد. اون که ملحد است هیچ منبعی جز حس تجربی و طبیعی از یک سو، بررسی تاریخ از منظر حس و تجربه از سوی دیگر ندارد. این غیر از آسمان و زمین ظاهری چیزی نمی فهمد. این غیر از سیر افقی اشیا چیزی نمی داند. این غیر از برخورد مادی انسان با طبیعت چیزی نمی فهمد. تنها منبع علمی او طبیعت است، از راه حس تجربی که قبلا ملاحظه فرمودید از در معرفت شناسی این حس تجربی کف علمه. ما سوادی از این پایین تر نداریم. از این بالاتر نیمه تجربی است مسئله ریاضی، از اون بالاتر مسئله کلامی، از اون بالاتر مسئله فلسفی، از اون بالاتر عرفان نظری و از اون بالاتر علم شهودی. اینا تزیان بشرهای عادی است و حساب دیگر است که سلطان همه این علومه. ما سوادی پایین تر از معرفت شناسی حسی به تجربی نداریم. این کف دانشه، منتها مشکلات مردم با همین حل میشه. یعنی کشاورزی، دامداری، صنعت، انرژی هسته‌ای، اینا با همین حل میشه، مشکلات مردم با این حل میشه. اما حالا اون طرف برزخ چه خبر است؟ اون با این علوم حل نمیشه. اینها نمیتوانن اون طرف رو اثبات کنن، نمیتوانن نفی کنن، نمیتوانن شک کنن. یعنی یک کسی که تو زمین شناسی یا سفر شناسی تلاش و کوشش میکنه، از او بپرسی که برزخ چه خبر است، او در برابر ست سوال حق حرف نداره. فقط یه حرف رو که حرف چهارمه میتونه بزنه. او اگر بخواد نفی کنه دلیل نداره، بخواد اثبات کنه دلیل نداره، بخواهد بگوید من شک دارم حق ندارد، چون شک فرض تعارض ادله است، ادله در دست او نیست، تنها حرف چهارم رو میتونه بزنه، بگه من رشتم نیست. خب اگر کسی فقط معرفت شناسی حسی و تجربی داره، یه چیزی که تو حس و تجربه نمی آید با تجرید حل میشه و نه با تجربه، او جز این که بگه من رشتم نیست حرف دیگه ندارد که. پس ملحدان اگر بخواهن
علوم انسانی تدوید کنن. وضع همین است که میبینید ممکن است تغییراتی در علومشون بدن در اثر تغییرات برخورد با طبیعت از یک سو، برخورد با تاریخ از سوی دیگر. مشرکان هم گرچه برخی از امور را مجرد میدونن مثل ذات اقدس اله و فرشتگان، اما رابطه انسان را با اونها قصد میدونن. این با سنر و سن سرگرمه، میگه دسترسی به اونها نداریم، بشر نمیتواند پیامبر خدا باشد، از طرف خدا پیام بیاورد. اگر پیامبری حق است باید فرشته باشد. او همچون دستش از منبع تجلیلی کوتاه است، اگر بخواهد در علوم انسانی چیزی بنویسد از همین دو منبع حس و تجربه و مسئله تاریخ مدد میگیرد. اما بر اساس توحید انسان موحد دستش بازه، یعنی میداند که خدایی که انسان را آفرید و جهان را آفرید به انسان اون فسحت و فرصت را داد که نه تنها به اندازه جهان کنونی بیندیشد، به اندازه اون چه قبل از این جهان است بیندیشد و به اندازه اون چه که بعد از این جهان است می رود همونجا بیندیشد. این جهانی است که بنشسته در گوشه، چون کل این سرزمین و آسمان عوض می شود ولی انسان همچنان باقی است. خب این اگر بخواهد برای خودش یا برای دیگری علوم انسانی تدوین بکند چیزی می نویسد که برای مسافر خوب باشد، نه اینکه چیزی بنویسد که مرگ را پایان راه بداند. این میداند انسان است که مرگ را میمیراند نه بمیرد. این انسان است که وارد برزخ میشود مرگی نیست، وارد ساحره قیامت میشود مرگی نیست، وارد بهشت میشود مرگی نیست. خب این خیلی فرق است با کسی که میگوید مرگ آخر خط است. این میگوید مرگ هجرت است، اون میگوید آخر خطه. این میگوید مرگ از پوست به در آمدنه، اون میگوید مرگ پوسیدنه. خب با کدوم من و شما میخواید درست کنید؟ این میگه بین زن و مرد فرق است، اون میگه فرق ندارد. این میگوید بین دختر و پسر فرق است در میراث، خدا فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اون میگه فرق ندارد. خب خیلی فرق است. او میگوید به اینکه روح همونطوری که بدن آلوده می شود با گناه آلوده می شود، به گناه چرک است، روح را می بندد، راه نفس روح را می بندد. او میگوید این حرفا فسون است و فسانه. لذا قرآن کریم فرمود اینا که این حرفا را نمی پذیرند فقط به میل خودشون حمل میکنند. بله تبع الذین ظلموا اهواهم، آیه 29 همین سوره مبارکه هم رو همین بود دیگه. فبود اینا برهان که ندارن. ما با برهان ثابت کردیم خدا هست، با تمثیل هم ثابت شد که خدا هست. اینا به میل خودشون رفتار میکنن. اون که میگوید من هرچی بخواهم میکنم همینه دیگه، هرچی بخواهم مینویسم، هرچی بخواهم میگویم همینه دیگه. بله تبع الذین ظلموا اهواهم. الان داریم در تتمه او های مطلب را ذکر میکنیم که قرآن کریم دو تا جدل دارد. یه جدل منطقی که از مقبولات مشرکان قیاس درست می کند و این قیاس حق است، یعنی مطلبی است معقول و اونها چون قبول دارند سبقه مقبولیت او در قیاس دخیل است. لذا فرمود لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. خود حالا که خدا خالق است خب خدا باید اداره کنه. این میشه جدل، منتها جدال احسن که جادل هم بلتی هی احسن. این جدال منطقی است. یه جدال فطری هم هست که در کنار بحث فطرت مطرح میکنه و اون این است که به همه مشرکان فرماد که همه شما کم و بیش این را آزمودی، یا سفر دریایی، یا سفر صحرایی، یا حال گرسنگی، یا حال وحشت، یا حالت بیماری، به یه وضعی رسیدید که از هیچ کس کار ساخته نیست. حالا یکی کسی که تو دریا غرق شده، نه کسی با خبر است،
نه بر فرض با خبر بودن توان نجات او را دارد، ولی انسان در اون حال ناامید نیست. این ناامید نبودن یعنی یه قدرت قهاری هست که میتواند دریا را مهار کند. فبود این امید را دارید یا ندارید؟ این امید به کیه؟ اگر کسی خدا را قبول داشت میگوید این امید که در نهان ما و ودیعت گذاشته شده روی حکمت است. ممکن نیست که امید باشد و متعلق رجا نباشد. آیا ممکن است در جهان خدا درخت بیافریند، درخت تشنه آب است ولی آب خلق نکند؟ این کار حکیمانه نیست. تشنه بیافریند و آب خلق نکند، این کار حکیمانه نیست. اونا که مبدع حکیم را نمیپذیرند با حدس نظام را و نظم جهان را ثابت میکنند. از اونها سوال بکنید آیا هیچ مرضی هست در عالم که علاج نداشته باشه؟ میگن نه. چرا برای بیماری های ناشناخته به فکر درمانن؟ هیچ احتمال میدن که این علاج نداشته باشه؟ هرگز همچه احتمال نمیدن. میگن حتما داروی دارد. مرتب پژوهشگرانشون دارن تحقیق میکنن که علاج چه پیدا کنن. میگن این جهان منظم نمیشه یه چیزی داشته باشه به مشکل او را حل نکنه. خب این که میگن هر بیماری که در عالم پیدا شد الا ولا با دارو داره، این یه قضیه است دیگر. این قضیه را از کجا میگن؟ این قضیه رو تجربه کردن؟ اگه تجربی نیست، این تجلیدی است، چون قضیه کلی است. چه در گذشته باشه، در حال باشه، در آینده، بیماری نیست که علاج نداشته باشد. این قضیه حقیقی است، این قضیه حسی نیست. خب این رو نظم میگن، این قضیه حدسی است، نه برهانی، برای کسی که مبدا را نپذیرفت. ممکن نیست این جهان منظم که حیرت آور است یه مشکلی درش پیدا بشود لا علاج. حتما علاج داره، لذا به دنبالش میره. خب یا مبدع حکیمانه ثابت میشود یا قضیه حدسی. همون شما در سفر دریایی وقتی احساس خطر کردید به کی پناه میبرید؟ به خدا. آیا ریاءً خدا را میخوانید؟ لفظاً خدا را میخوانید؟ عادتاً خدا را میخوانید؟ یا مخلصاً خدا را میخوانید؟ دعو الله مخلصین له الدین، یعنی با تمام هستی میگید یا الله. معلوم شد در درون شما الله خواهی هست و اون وقت ظهور میکند. شما این دسیسه ها را کنار میبرید، یعنی این فشار، این سونامی دریا، این دسیسه ها را کنار میبرید، این خاک های اغراض و غرائز کنار میبرید، اون فطرتتون را شکوفا میکنه، از جانتون برمیخیزد یا الله، ولو نهانتون پر آب نتونید حرف بزنید. فهمت اون رو که قبول دارید که این میشه جدال فطری. این جدال فطری در قبال اون جدال منطقی است که فرمود لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. هیچ کسی نیست که بگن پسر تو، برادر تو، خواهر تو، دختر تو در اتاق عمل هست، این در درونش با کسی مناجات نکنه، ولو ملحد، ولو کمونیست، ولو مارکسیست. خب این کجا رو نشون میده؟ این معلومه که یه قسم نمایی در درون هست. یه روایتی از وجود مبارک امامه هست که کسی به حضرت عرض کرد دلنی علی توحید، دلیل من بشید، من را هدایت کنید به توحید. حضرت طبق اون قصه معروف فرمود آیا مسافرت کردی، کشتی سوار شدی، آیا شد یک کشتی غرق بشه، تخت پاره گیرد نیاید؟ همه اینها را عرض کرد، ولی فرمود در اون حالی که هیچ پناهگاهی نداشتی به کی پناهنده شدی، به کی متوسل شدی؟ همون خدای توست. خدا قابل انکار نیست، چون در درون انسانه، یعنی در درون انسان قطب نمایی هست که انسان را به الله دعوت می کند. این که فرمود فاقم و چکه با فای تفریع اینه. اگر خواستیم تحولی در علوم انسانی پیدا بشود با این مبانی باید هم سیاست را، هم جامعه شناسی را، هم روان شناسی را، هم هنر را
هم رشته های دیگر رو تمی کرد. وگرنه انسان چه اینجا باشد چه اونجا باشد در رنج و عذاب است. البته اگر اونجا باشد که رنجش بسیار دشوارتر است. بیان نورانی بخش اخیر آیه این است که اگر موحد بود جامعه را به وحدت و اتحاد دعوت میکنند. چرا؟ برای که انسان موحد قطب نماش به طرف حرف خداست، به میل که نیست. اگر بنا شد که همه نمازگزارا به طرف قبله بایستن، خب همه صفشون یکیه دیگه. اگر یک کسی بنا شد موحدانه کشور را اداره کند، موحدانه عضو یک جامعه باشد، موحدانه در راه پیمان شرکت کند، این قسم نماش به طرف الله دیگه، این به طرف غیر خدا که نیست. هرگز تفرقه نخواهد داشت. فرمود مشرکین را رها کن، برای که اینا هستن که گرفتار تفرق خود و تفریق دیگرانن. هیچ موحدی کسی را به تفرقه دعوت نمی کنه، نه متفرق است نه مفرق. هیچ مشرکی هم کسی را به وحدت دعوت نمی کنه، برای اینکه احوا متعدد است، مگر هوسها و هواها یکیه؟ اونا با برابر هوا زندگی میکنن. این آیه رو ملاحظه فرمایید. بعد از اینکه فرمود فاقم، بعد از اینکه فرمود تو و همه مؤمنان منیبین الیه، بعد از اینکه فرمود تقوا را فراموش نکنید، بعد از اینکه فرمود ستون دین نماز است و نماز را اقامه کنید، که بارها ملاحظه فرمودید فرهنگ قرآن این است که نماز را اقامه کنی نه نماز را بخوانی. برای اینکه نماز ستون دینه، خب ستون را کسی نمیخونه، که ستون را اقامه میکنه. اگر قرآن فرموده باشد اقرأ الصلاة، جای سوال بود. شما که کتاب حکیمی و قرآن الحکیم، باید حکیمانه حرف بزنی. اگر از یه طرف گفتی از صلات و عمود دید، از طرفی گفتی اقرأ الصلاة، مثل اینکه گفته باشی اقرأ العمود، خب ستون که خوندنی نیست. بگو اقیم الصلاة. تعبیرات قرآن کریم همینه، اونجا که داره یسلی، اون هم به همین اقیم الصلاة برمیگرده. این ستون حفظ بکنید و اقیم الصلاة. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم. خب این من الذین فرقوا دینهم بیان همین مشرکین دیگه. این مشرک است که هر کسی تابع بت و بت پرستی خودشه. کلون یجر النار علی قرصه. من الذین فرقوا دینهم، دین اینها چیه؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا و کانوا شیعا. اینا شیعه شیعه، پراکنده پراکنده، گروه گروه هن. اومد کل حزبین به ما لدیهم فرقون. غرض آن است که تفرق از جامعه و تفریق یک ملت، اینها به دنباله شرک است. این که فرمود ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، همین است. یک گوشه از این تو تفسیر شریف نور الثقلین و امثال این آمده که چطور مؤمن مشرک میشه. آیه دارد که بسیاری از مؤمنین مشرکند. ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکند. حضرت تابوت همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان شخص نبود من مشکلم حل نمیشد، اگر فلان طبیب نبود من میمردم، اگر فلان شخص نبود من میموندم، این اگر فلان اگر فلان شرکه. بگید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد. خب اینا ابزار کارن، درسته، اما بگیم اول خدا دوم فلان شخص. خدا اولی نیست که دوم داشته باشد که. فبود همین که میگن اگر فلون کس نبود وضع ما حل نمیشد، خب اون فلون کس و قدرت او را هم که خدا آفرید. این که میگن اول خدا دوم فلون شخص، این هم تعبیر مشرکانه است. منتها چون شرک ضعیف است، خدا ارحم الراحمین است، میگذرد. خب فرمود حالا که این چنین شد، ما میخوام اون جدل فطری را در برابر جدل منطقی باز کنیم. و ازا مسناس زرون، همین که یک کمی، یه وقت از انسان غرق ضرر می شود، محاط به ضرر می شود، اون یه حرف است. یه وقت از که فرمود نه، به ازا مس، یک کمی. این تنویر ضرورم تنویر تنکیر تحقیری است، یعنی یه مختصر آسیب ببینم. دعو ربهم،
چون قدرت تحمل ندارن، چه رسد به اون ازا رکب و فلفلک منیبین الی سم ازا ازاقه هم منه رحمتن ازا فریق من هم برب هم یشکون. تو سوره مبارکه عنکبوت که قبلا گذشت آیه 65 این بود، فازا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. نه صورت سازی باشه، واقعا خدا را میخوان. یعنی وقتی انسان به خطر رسید، دستش از همه جا کوتاه شد، از همه جا ناامید شد، اون درون او باز می شود و شکوفا می شود. اون درون فطرت است، این قطب نما به طرف الله متوجه است. هیچ کسی را خدا بدون سرمایه خلق نکرد. فرود و نفس و ما سواها، فرود ممکنه بدن برخی ها مشکل داشته باشن، بعضی چشمشون، بعضی دستشون، بعضی پایشون در هنگام خلقت نقصی داشته باشه، عیبناک باشه، ولی روح هیچ کسی بی کمال نیست. به خدای قسم و نفسین که واقع قسم است، و نفسی قسم و کسی که این نفس را مستقل خلق خلق کرد، و نفسین به ما سوا. با فای بعدی که فای فصیح است تو تفسیر، این تسویه خلقت روح را بیان میکند که روح را مستقل خلق خلق کرد چیه؟ روح که بدن نیست، روح که جرم و جسم ندارد. فرمود مستقل خلق خلق شدن روح به این است که او عالم است به توحید و نفس و ما سواها. تسویه روح این است که فعل همه ها فجوره ها و تقواها ها، با الهام حق و باطل را، صدق و کذب را، خیر و شر را، حسن و قبیح را، همه امور هشتگانه را به او آموختیم. پس اگر کسی تدسیس نکند، او را دفع نکند، به این درون رشوه ندهد، او یک مرجع خوبی است و یک قاضی خوبی است. این که میبینید بین قوای سگان تفکیک است، از دیر زمان بود، در قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم تا حدودی پذیرفته شده است. این را از جای دیگه نگرفتن، این را از درون انسان گرفتن. خدای سبحان یه دستگاه تقنینی به ما داد که با اون میفهمیم چی حق است چی باطل. یه دستگاه اجرایی به ما داد که با شهوت و غضب و گرایش ها و اعضا و جوارح ما داد که کار بکنیم. یه دستگاه قضایی به ما داد به نام نفس لوامه، این رو در درون ما گذاشت که بین اجراییات و تقنین هماهنگی ببیند، ببیند آیا اون چرا قوه مقننه تقنین کرده است مجریه اجرا کرده است یا نه. یعنی اون چرا که نفس ملهمه به عنوان فجور تقوا میفهمد، همون را چشم و گوش اجرا میکنن یا نه. اجرا به وسیله اعضا و جواره هست، تقنین به وسیله و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواهاست. اگر دید بین اون قانون نفس ملهمه و اجرای اعضا و جواره هماهنگی است، شاکر است و خوشحال. و اگر ببیند ناهماهنگیز، شروع میکند به سرزنش کردن، ملامت کردن، میشه نفس لوامه. انسان قبل از اینکه این نفس لوامه دار رشوه بدهد و خفهش کند و خاموشش کند، اگر کار زشتی را کرده است به خود را محق نشون داد، شب که به بستر خواب رفت میبیند میغلطد، خوابش نمیبرد، چون از درون یک کسی میگه چرا این کار را کردی. این همون نفس لوامه است. ولی در اثر تکرار، در اثر توجیه، در اثر تداوم، در اثر عادات سیئ اوسو، این نفس لوامه مرتشی را خفه می کنند، بعد به جایی می رسد که کار زشت را که کرده است به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. مثل انسان که وقتی به دنیا آمده، اگر یه مختصر سم به بدن این کودک برسد، این یا بالا میاره یا می میره. اما وقتی جوان شد و به عادت غلط به مواد مخدر رو کرد،
کم کم به جایی میرسد که معتاد کامل شد از این سم لذت میبرد، هرچند این لذت لذت کاذبه. طبیعت را اونجور وارونه میکنن، فطرت را این چنین وارونه میکنن. این همان است که فرمود ما عوض نمی کنیم ولی شما تغییر میدید، اما خلق تغییر خلقتون در مسیر همون احکام و حکم است، نه در گوهر هستیتون. فرمودیم جدل منطقی، منتها این جدل منطقی در سوره مبارکه عنکبوت شفافتر بیان شد و اینجا مقدار رقیق‌تر. والحمد لله رب العالمین.